گم شدن دختر 11 ساله و قصه آزار و اذیتش. نویسنده فرشته غنی، میزبان شما اجمل غفوری. سلام گرم دارم خدمت شما خوبانه که شنونده چینل افغانستان جورنال هستین و همیشه ما را همراهی میکنین. امروز آرزو دارم عشق باشد و یک دنیا سلامتی و امضای خدا پای آرزوهایتان. ای داستان را تقدیمتان میکنم. فراموش نکنین چینل افغانستان جورنال را سابسکرایب کرده و دکمه زنگ را هم فشار بتین و سپاس خاص از بودنتان کنار ما و از پیام‌های نیک و پر از محبتتان. اینم آغاز داستان. بازار پر از آدم بود. بیرو بار و گپ و سخن زیاد. هر کس به فکر خودش بود. ما و مادرم قرار بود بریم نزد کاک آسمان. او دمی کوچه مندوی چادر مفروخت. تمام دکانش پر از چادرهای رنگارنگ بود که انواع و اقسام مختلف داشت. مادرم یک نوع چادرهایی که دو طرف او با تار خامک دوخته می شد را آماده می ساخت و در دکان کاک آسمان می آورد که او برش بفروشه. ای بارم چادرها را تسلیمش کردیم. هر بار با برادرم به اینجا می آمدیم. ای بار برادرم نبود و بر اولین بار من با او رفتم. خیلی دوست داشتم مندوی کابل را از نزدیک ببینم. بیرو بار و سر و صداش برم خوشایند بود. اما اگر تنها می آمدم هیچ وقت رای خودم را پیدا کرده نمی تانستم. من چادری مادرم محکم گرفته بودم. یک باره فکر من چبلی های دختران برد. بسیار مقبول بودن. یک زن اونا را برای دخترش می خرید. دلم می شد که مادرم هم از اونا بگیره. چند لحظه اونجا استادم. به طرف چبلیا خیره ماندم. یک دفعه وقت پشت سرم دیدم، زن چادری دار را دیدم که طرف سرک تیز تیز را میره. مام فکر کردم مادرم است. از پشتش رفتم. وقت سوار موتر میشد متوجه شدم که رنگ لباسایش فرق میکنه. دوباره پشت سر آمدم. مادرم هم چادری پوشیده بود و در بازار زنای زیاده بودند که چادری پوشیده بودند. هرچی به دنبال مادرم گشتم او را نیافتم. طرف هر زن چادری دار می رفتم که اگر مادرم باشه. ورخطا شده بودم. ما تا اونجا در موتر آمده بودیم. نمی فهمیدم چقدر راه را پیاده رفته بودیم. پس دوباره به امو راه رفتن بسیار برام سخت بود. دست و پاچه شده بودم. 11 سال عمر داشتم. شاید 11 سالهای امروزی خیلی هوشیار باشن. اما من نمیتونستم رایم پیدا کنم. گریه کدم و هر طرف دویدم. یک زن استادم کد و گفت. چی گپ شده؟ گفتم مادرم گم کردیم. میخوایم پیش مادرم برم. گفت مادرت چی شد؟ گفتم من چبلیا را میدیدم که مادرم رفته بود. او زن گفت. برای چی اینجا آمده بودین؟ چیز خریدین؟ گفتم پیش کاک آسمان آمده بودیم. که چادرها را برش بتیم. ای زن مرا از دستم گرفت و در سرای چادر فروشی رفت پرسان کرد که عثمان کیست. بالاخره کاک آسمان آمد و ای زن برش گفت که ما گم شدیم. اگر شماره ای از فامیلم داره که با اونا تماس بگیره. عثمان به او زن قول داد که هر چیزوتر با خانوادیم در تماس میشه و مرا به اونا مسپاره. ما با چشمای گریان اونجا منتظر ماندم. با کاک آسمان گفتم که به پدرم زنگ بزنم. او گفت که پیش ما شماره پدرت نیست. اگه تو یاد داری بگو. ما اصلا بلد نبودم. پس گریه و نالیم زیادتر شد. کاک آسمان نزدیک ما آمد و خواست مرا آرام کنه. ما از او دورتر رفتم. یک حس بد برم دست داد. دکاندارای دیگه به طرف می دیدن. از خجالت سرخ شده بودم. خواستم از دکان عثمان برایم که او نگذاشت. می گفت من دوی بیرو بار است. گم میشی. من یک رقم شماره پدرت پیدا میکنم و تو را به او میسپارم. از ای که به دکان کاک آسمان آمده بودم پشیمان بودم. در فکر می آمد که حتما مادرم حالا در بازار است و هر طرف را می پاله تا مرا پیدا کنه. کاک آسمان هم کوشش نمی کرد. من از داخل دکانش بیرون برم. وقتی کسی به طرف ما می آمد مرا می گفت که پشت پرده پنهان شوم.
وقتی می پرسیدم چرا، می گفت باز میگن این دختر از ماست که گم شده. او وقت ما مجبور میشم که تو را به اونا بتم. کاک آسمان پرده پسخانه دکان خود را کش کرد، مرد داخل ماند و خودش بیرون برآمد. صدایی را شنیدم، گوشه پرده را پس دادم، یک مرد را دیدم که پیراهن تنبان سفید رنگ پوشیده و با آسمان در مورد خرید و فروش چیز گپ می زند. من درست بیاد ندارم که چی می گفتن. ترسیدم که گویا او مرد دزد است و می خواهد از کاک آسمان مرا بخره. پرده را دوباره رها کردم و در گوشه از اونجا آرام نشستم. در وقتی اتفاق بر من افتاد، در کابل دزدی و اختطاف کودک ها زیاد شده بود. هیچ کس کوشش نمیکرد که اولادای خود بیرون از خانه تنها بگذارن. یک پسرک کوچک حتی از کوچه ما هم گم شده بود. دعا میکردم که خدا هرچی زودتر مرا به آغوش مادرم برگردانه. روز ناوقتر شده و دیر میشد. من انتظار مادرم میکشیدم. از سوراخکی که بین پرده دکان ایجاد شده بود بیرون تماشا میکردم که شاید مادرم به این طرف بیایه و مرا با خود ببره. هر زن چادری دار که داخلی کوچه میشد را خیال مادر میکردم. اما وقت طرف ما نمیامد ناامید میشدم. دعا میکردم که هرچی زودتر مادر مرا پیدا کنه. نمیفهمم چرا دعایم قبول نمیشدن و حتی برعکس آنچه اتفاق افتاد که من اصلا تصورش نمیکردم. شام شد. کاک آسمان دوکانش بسته میکرد. من برش گفتم ما جای بر رفتن ندارم. دهی شامی مرا در کوچه رها میکنی و خودت میری؟ او لبخند عجیب زد و گفت نه خیر، تو را داخل دکان قفل میکنم و سبا بیرون میکشمت. زاری و گریه کردم که با ما این کار را نکنه، چون میترسم و نمیتونم دهی دکان بمانم. او بازم خندید و دست من چندک کند. گفت تو را چطور اینجا رها کنم؟ تو امشب امرای ما به خانه میری. ما دخترای بسن سال تو دارم، با اونا بازی کو، با صبح دوباره میارمت تا که مادرت پیدا شه. مرا و چاره دیگه نداشتم. خیلی دلم میخواست خانه برم و در کنار خانوادیم باشم، اما نمیتونستم با اونا در تماس شوم. کاک آسمان دست ما گرفت و مرا با خود برد. سوار موتر شدیم. تا که خانهشان میرسیدیم چهار موتر تبدیل کرد. اصلا نمیفهمیدم که در اصل خانهشان در کجا بود. تاریکی همه جا را فرا گرفته بود. راه را تشخیص دادن نمیتونستم. در حقیقت من رای خانه خود ما را بلد نبودم. چی برسه به ای که رای که عثمان از او گذشته بود را به خاطر بسپارم. سرانجام به خانه کاک عثمان رسیدیم. خانه که بدترین خاطره عمرم در اونجا ثبت شد. وارد خانه شدیم. خانه بود که اولی کلان داشت. داخل او یکی دو درخت در وسط اولی جای برکشت گلها ساخته بودن، چند گل در او کاشته بودن که خشکیده بودن. گمان می رفت وام روز چندان خوش در این خانه نداشت. کسی ازش مراقبت نمی کرد و آب آن برش یا کم می دادن یا هیچ نمی رسید. و یا به اندازه به او گلا آب داده بودن که غرق در آب شده بودن. پهلوی گلها نل آب بود. چهار اطراف نل را سمنتکاری کرده بودن. دوجا دختر مشغول پر کردن سطل آب بود. متوجه آمدن ما شد. به طرف ما دوید. دختر پیراهن زرد با گلهای ریز سفید پوشیده بود. عثمان با دیدن او دست ما رها کرد. دخترش پرسید پدر این دختر کیست؟ کاک عثمان هیچ چیز نگفت. دختر بازم سوال خود تکرار کرد و صدایش بلندتر ساخت. پدرش با عصبانیت جواب داد. یکی از ضرور نیست که سوال پرسان کنی. بری دختره به خانه ببر. کاک آسمان در وسط اویلی استاد و با تلفن با کسی صحبت میکرد. اما ما به داخل اتاق رفتیم. میترسیدم که داخل خانه کس دیگه میشدم. اما وقت چشمم با دو دختر دیگه به همسن سال خودم افتاد، دلم کم آرام گرفت. دخترک مرا به اتاق برد که زن در او خواب بود. در اصل وقت متوجه شدم خواب نبود. چشمایش باز بود و طرف ما می دید. سلام دادم. جواب نداد. بازم سلام دادم. با صدای بلندتر بازم از طرف ایزن چیز نشنیدم. خجالت کشیدم که حتما بدون اجازه ایزن به خانهشان آمدیم. از این رو سلام ما علیک نمی گیره. آرام در جایم نشستم.
دخترک طرفم دید، صدا زد و گفت مادرم گب زده نمیتونه، فقط طرف ما سیل میکنه، مریض است. ما به طرف او زن دیدم که دو چشمش طرف ما بود. دیگه با او چشم به چشم نشدم و با دخترک مشغول قصه کردن شدم. دو دختر دیگه هم با تفاوت 10 دقیقه وارد اتاق شدن. یکی گفت نازیه، پدرم گفته که مادرت آرام بانین، بیاین در اتاق دیگه بشینین و تلویزیون ببینین. ماوی دخترک که لباس زرد پوشیده بود و نامش نازیه بود با اتاق دیگه رفتیم. دروازه اتاق که مادرش در او استراحت میکرد را بستن. کاک آسمان وارد اتاق شد. نازیه را بوسید و گفت بیا پالویم بشی گل پدر. نازیه پالوی کاک آسمان نشست و مرام با خود کش کرد. بین ما و کاک آسمان نازیه قرار گرفته بود. کاک آسمان دخترش را نوازش میداد. دست بالای شانهش انداخته بود، اما کوشش میکرد به بازو شانه مام دست بکشه. چیز نگفتم، فکر کردم پدر خیلی مهربان است و میخواهد به دخترایش محبت پدر و مادر را بده، چون خانمش نمیتونه از جای تکان بخوره و مرام مثل دخترش میدانه. اما حرکات کاک آسمان کم کم از حالت عادی میبرامد. دستش از زیادتر دراز میکرد، چادر ما پس میزد و کوشش میکرد گردن ما چندک بکنه. ما یک باره شوکه شدم، خودم دور کردم. در حالی که هیچ کس در مورد آزار و اذیت جنسی برام چیزی نگفته بود، اما ناخودآگاه به ذهنم رسید که کاک آسمان کار اشتباه انجام میده. با وجودی که ترسیدم و خودم دور کردم، کاک آسمان آرام در جای نشسته بود. دخترها حتی بویم نبردن که پدرش قصد داشت که چی کاری انجام بده. چند لحظه طرف او دیدم، هیچ حرکت دیگه انجام نداد. فکر کردم اشتباه برداشت کرده بودم. شب کنار دخترها خوابیدم، اما همه شب نارام بودم. نمیتونستم درست بخوابم. هر دقیقه گمان میبردم کس اذیتم میکنه. در حالی که هیچ مرد با ما در اتاق نخوابیده بود، صبح که شد آماده شدم و خواستم با کاک آسمان به دکان برم تا نزد مادرم برگردم. اما او گفت امروز به دکان نمیرم، کار دارم. هرچی گفتم که من پیش مادرم میرم، حرف من قبول نکرد. او روز در خانه کاک آسمان ماندم. اما او با هر فرصت کوشش میکرد بدن من لمس کنه، مرا ببوسه و در آغوش بگیره. وقت آماده کردن نان و چاشت بود، من نزد دختر کلان آسمان رفتم و گفتم که چطور میتونم با او کمک کنم. او شوربا پخته بود. برم گفت من ترکاری تازه را شستیم، تو را در قابا بچی. من مصروف چیدن ترکاری در قاب بودم و در فکر غرق بودم که متوجه نشده بودم دختر کاک آسمان از آشپزخانه برآمده. یک دفعه متوجه دست شدم که زیر پیراهنم رفت. چیغ زدم. کاک آسمان بود. دهانم محکم گرفت. کوشش کرد مرا ببوسه که صدای پای دخترش شد. دوباره رهایم کرد. من از ترس میلرزیدم. نمیفهمیدم چی حالت دارم. قاب از دستم به زمین افتاده بود. دختر به عجله داخل آشپزخانه شد. به طرفم که دید متوجه خون دستم شده بود. او را با تکه بست و وقت لرزش دستایم را احساس کرد، نگاه های تحقیرآمیز به پدرش کرد. انگار پدر خود را میشناخت. چیز نگفت و مرا به اتاق برد که خواهرایش اونجا بودن. ازم پرسید پدرم تو را ترساند؟ ما جواب داده نمیتونستم. گیریه میکردم و میگفتم پیش پدرم میرم، پیش مادرم میرم. او آرامم ساخت. نان چاشت اصلا دلم نشد. زندگی ما در دست مرد ظالم و بد اخلاق یافتم. پیش خودم دعا میکردم که خداوند نجاتم بده، چون اگر در این خانه میموندم آینده خطرناک میداشتم. اما براستی که خدا صدای بنده هایش میشنوه. یکی از شاگردای دکان عثمان ظالم وقتی مادر و پدر مرم میپالیدن به اونا گفته بود که روز گذشته من از ده عثمان بودم. مادر و پدرم با همراه شاگرد عثمان به خانهشان آمدن. دروازه که تک تک شد و من مادر و پدرم دیدم، زود نزد اونا دویدم و اونا از عثمان تشکری کردن که مرا نزد خودش نگه داشته بود. عثمان هم نقاب آدمای خوب را بر چهره زده و چنان رفتار میکرد که گویا احسان کلان در حق خانوادیم کرده. ما با خانوادیم به خانه خود ما رفتم.
اما از امو روز به بعد دیگه از همه مردا حتی پدر و برادرایم می ترسم. نزدیکشان نمیرم و کوشش میکنم از اونا دوری کنم. کابوس میبینم و هر لحظه نگاه های وحشیانه عثمان به یادم میآید. پایان داستان.